امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. با اینکه خیلی از داستان عاشقانه پرسوز و گداز آنتونی و کلوپاترا خبر دارند، ژنرال یاغی رومی که به طرز دیوانه‌واری شیفته و دلباخته ملکه افسونگر مصری شد، هر دو خودکشی کردند و به دیدن جهانی بدون یکدیگر رفتند. افراد کمی داستان مخفیانه جذابترین جایزه و معمای حل نشده ی زمان اونها را میدونند. افسانه تخم سوم کلوپاترا. روز عروسیشون به عنوان نمادی از وابستگی و تعهد همیشگی، مارک آنتونی به کلوپاترا سه تخم جواهر نشان داد، یکی از یکی خیره کننده تر. برای قرنها مردم فکر میکردن این تخما چیزی بیش از شایع و افسانه نیستند، ولی بعد در سال 1907 خارج از شهر قاهره یک کشاورز محلی دوتاشونو پیدا کرد. برخی میگن تخم سوم هرگز پیدا نشد و برخی میگن تخم سوم پیدا شد ولی به سرعت ناپدید شد و دیگه اثری ازش دیده نشد. در جستجوی جواب این سوال به ما ملحق بشید که چه بلایی سر تخم گم شده ی کلوپاترا آمده است و آن دست چه کسی است، و مهمتر از همه آیا روزی خواهد آمد که این تخما بعد بیش از 2000 سال دوباره در کنار هم باشند. تخم اول کلوپاترا روی صفحه نمایشه و در موزه جهانی نازیونال دی کاسل سانت آنجلو در روم قابل مشاهده است. تخم دوم بارها در مزایده ها فروخته شده و در حال حاضر در یک کلکسیون شخصی نگهداری می شود. اختار قرمز. ارتش سرخ دیگه دمه داره، چند روز با گرفتن برلین فاصله داره، دیگه کار نازیام تمومه. و اون موقع بود که آقای هیشگی ناشناخته به اسم رولوف زایگ، دلال شخصی آثار هنری و قدیمی هیتلر و تنها کسی که شایعه شده بود تخم سوم کلوپاترا رو در دست داره، سواره قایق شد و آلمان رو به مقصد آرژانتین ترک کرد. اخبار نشون میداد که اون فقط با یک کیف دستی سفر میکرده و 16 تا کانتینر 5 تنی به عنوان قطعات ماشینی. حالا چرا یه دلال آثار هنری باید رئیسشو ول کنه و با تقریبا 100 تن بار به اصطلاح قطعات ماشینی پاشه بره اون طرف دنیا؟ خدا میدونه. خب به مدت 70 سال کارگاهان آماتور و شکارچیان گنج و همه مردم دنیا درگیر این سوال شدن، درگیر پیدا کردن چیزی که به نظر اونا پناهگاه گم شده ی هیتلر بود، یه جایی مخفی توی آمریکای جنوبی، و پدر من یکی از اونا بود. مأمور ویژه جان هاتلی، FBI. تنها کسی هم که میتونه دستگیرت کنه. تیم، کار تیمی. تیم به خدا دهنم تلخ میشه. حالا که اعلان قرمز براتون در نظر گرفتن، تحت تعقیب ترین مجرمین کل دنیا هست. کمکم کن بگیرمش، بعد منم کمکت میکنم. بزن قبلش همو تا هر دو میدونیم که کل این ماجرا با دستبند خوردن تو تموم میشه. همش وعده بدی جان هارتلی. سلام پسرم. اختار قرمز. و
گزینه یه سابسکرایب رو بزنین. پلیس دست بالا. داشتم دنبالت میگشتم بتمن. تو چی کار کردی؟ از اینجا ببنینش. این شاه بشکه باروتیه که ریدلر کبریتشه. من میتونم از پس خودم بر بیام. مثل این نور که وقتی میره تو آسمون فقط واسه خبر کردن من نیست، بلکه هشداری برای اونا. مایکل، من تو رو از زمانی که بچه بودی میشناسم. یه درمانی برای این بیماری باشه، تو پیداش میکنی. اگه قرار نیست درمانش کنم، پس چرا هنوز اینجا؟ من یه بیماری خونی نادر دارم و زمان زیادی برام باقی نمونده. توی محبت داری، همیشه داشتیش. شاید این آخرین فرصتم باشه. میخوای یه کاری کنی مگه نه؟ اون چه کاریه؟ ولی به چه قیمتی؟ یه کاری که زیاد قانونی نیست. یه چیزو برام توضیح بده. تو میتونی به هر جایی که میخوای بری، درسته؟ به هر خط زمانی که بخوای و به هر دنیایی که بخوای. از چرا میخوای بمونی اینجا و واسه این دنیا بجنگی؟ هستی؟ تو با تغییر دادن گذشته آینده رو تغییر دادی. قدرت واقعی در این نیست که به سمت جنگ بدویی. مردان ما در طول زمان غارت کردن، دروغ گفتن و کشتن. اما شرافت هرگز از پهلوانی نمیاد، از سرسختی و بیرحمی میاد.